درود بر شما بیننده و شنونده این بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من ریحان فلا. ابتدا سرخط خبرها. تجمع مردم سمیرون مقابل منزل مراد بهرامیان از جانباختگان خیزش انقلابی و شعار علیه جمهوری اسلامی. نیروهای حکومت با حمله به منازل جانباختگان برخی اعضای خانواده علی عباسی و مراد بهرامیان را بازداشت کردند. حمله مردم جوانرود به مراکز دولتی پس از کشته شدن برهان الیاسی. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حمله مردم جوانرود به دو بانک دولتی در روز گذشته خبر می‌دهد. اعتراف حکومت بر ناتوانی در کنترل بازار ارز و جهش دوباره قیمت دلار. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس می‌گوید دشمن بر افکار مردم مسلط شده. مام دختر هستیم، مام از امی افغانستان هستیم، مام بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ و در ادامه گزارش های ایران اینترنشنال از وقایع سال گذشته، فرمان منع تحصیل دختران از سوی طالبان بزرگترین چالش زنان افغانستان در سال 2022 بود. وقت شما بخیر. در اولین روز از سال 2023 میلادی به آخرین ها از خیزش انقلابی مردم در ایران و واکنش ها و تحولات مهم در جهان میپردازیم. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتراضات مردم سمیروم امروز هم به شکل تجمع مقابل منزل مراد بهرامیان، یکی از جانباختگان خیزش انقلابی، ادامه داشته. به گزارش حساب کاربری 1500 تصویر، نیروهای امنیتی در سمیروم با حمله به منزل جانباختگان، دو برادر مراد بهرامیان و خواهر علی عباسی، یکی دیگر از جانباختگان آبان 1401 را بازداشت کردند. روز گذشته همچنین در سمیرون بعد از آنکه ماموران حکومتی بنر کشته شدگان شهر را پاره کردند، مردم با تجمع مقابل فرمانداری شعارهای اعتراضی داده و خواستار استعفای فرماندار سمیرون شدند. بنابر برخی گزارش‌های رسیده، شب گذشته صدای تیراندازی هم در سمیرون به گوش می‌رسیده. دیروز در جوانرود پس از برگزاری مراسم 40 جانباختگان، ماموران حکومتی به جمعیت معترضان حمله برده و به سمت آنها تیراندازی کردند. در نتیجه این اقدام برهان الیاسی جوان 22 ساله کشته شد. مردم جوانرود بعد از خاکسپاری او بار دیگر به خیابان‌ها برگشتند و با حمله به مراکز دولتی دو بانک را تخریب کردند. تصاویر رسیده از جوانرود را ببینید. Давай, 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 давай
سر سر جان رو سکاد یار رینا نو و اما جمعی از چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی متنی مشترک در صفحات فضای مجازی خود منتشر کرده و سال 2023 میلادی را سال تحقق آزادی و عدالت برای ایران خواندند. شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی، مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون، علی کریمی و گلشیفته فراهانی برخی از این چهره‌ها هستند. این پیام در حالی منتشر می‌شود که طی هفته‌های اخیر گزارش‌ها از تلاش نیروهای اپوزیسیون برای تشکیل ائتلافی فراگیر علیه جمهوری اسلامی نیز خبر می‌دهد. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن مرتبط با همین موضوع همراه ما هستن. آقای برزگر، بسیاری از این اقدام استقبال کردن و گفتن این نشان دهنده ائتلاف نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور. در مقابل در فضای مجازی برخی هم انتقاد کردن و گفتن که این توییت در واقع سطح توقع رو اندکی تقلیل داده به انتشار یک متن مشترک. نظر شما رو بشنویم. بله، خب کاملا بستگی به این داره که ما این ابتکار عمل و این اقدام رو در چه چارچوبی و در چه در واقع ظرفیتی بهش نگاه بکنیم. واقعیت امری هستش که در جریان انقلاب مردم ایران ما هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور شاید یک همبستگی بی سابقه بودیم در سطح ملی. شعارهایی که سر داده شد، کردستان کردستان، چشم و چراغ ایران، یا از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران، همه اینها و همبستگی فوق‌العاده عمیق و قوی شهروندان ایرانی فارغ از این که در کجای این سرزمین زندگی میکنن، چه دین و باوری دارن، چه جنسیتی دارن، چه زبان و تباری دارن، این بی سابقه بود و این توقع رو طبیعتاً به وجود آورده که در بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هم چنین اتحاد و همبستگی شکل بگیره. خب که البته با موانع این کار روبرو بوده به دلایل مختلف. از این جهت ابتکار عملی که شماری از چهره‌هایی که در ماه‌های اخیر در کنار مردم ایران بودن، صدای انقلاب ایران بودن و تلاش کردن و مؤثر بودن، ابتکار عمل مهم و مثبتی است، گام مثبتی است به پیش که البته به نظر من میتوانست بهتر انجام بگیره، به این معنا که کسانی که به هر حال نقششن میتونستن نمایندگی بکنن، اقشاری رو مثلا شهروندانی رو از کردستان، سیستان و بلوچستان یا دیگر گروه‌های مختلفی با باورها و گرایش‌های مختلف، اینها اگر در بین منتشر کنندگان اولیه متن بودن چه بسا مؤثرتر هم میشد. ولی من این رو در واقع بیشتر یک نوع زمین سازی برای تفاهم میبینم، نه یک ائتلاف بالفعل فعلا. یعنی در واقع زمین سازی داره انجام میگیره برای اینکه اون تفاهمات اولیه شکل بگیره برای یک ائتلاف گسترده در سطح مخصوصا گروه‌ها و احزاب سیاسی با گرایش‌های مختلف و مطالبات مختلفی که دارن. به این یک ضرورت هستش و این چنین اقداماتی میتونه در واقع مهم و مؤثر باشه. از این زاویه میشه بهش نگاه کرد. در واقع مثل این میمونه که این افراد در یک تظاهرات خیابانی شرکت کردن و یک شعار رو با هم سر دادن، شعار آزادی و عدالت برای ایران رو، برای ایرانی برای همه ایرانیان با هر باور، زبان و گرایش. این چیزیست که در خود متن اشاره شده و از این جهت مهم هست. وقتی که
افراد در صفحات شخصی خودشون متن مشترکی رو منتشر میکنن، دقیقاً مانند این هستش که در یک تظاهرات خیابانی شرکت میکنن و یک شعار رو سر میدن. این میتونه زمینه ساز باشه برای ایجاد تفاهم بیشتر و ائتلافی که مورد نیاز و توقع درست مردم ایران هست. از طرفی جناب فرزگان، مردم دارن در خیابان‌ها، در شهرها همچنان مبارزات خودشون رو ادامه میدن. دیروز دیدید در مراسم 40 کشته شدگان در جوانرود دوباره نیروهای امنیتی حمله کردن به مردم و یه جوان دیگه هم کشته شد. حکومت نه تنها صدای اعتراضات مردم رو نشنیده، بلکه به خانواده هم حالا هم رحم نمی‌کنه، به منازلشون حمله می‌کنه. مردم معترض واقعاً چه راهی دارن؟ چه کار باید بکنن؟ هیچ راهی جز این وجود نداره که با تداوم انقلاب، با همبستگی بیشتر و با حضور در خیابان و در واقع حفظ سنگر خیابان، جمهوری اسلامی رو به آخرین سنگرهای خودش عقب نشون و در واقع زمینه رو برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار و دموکراتیک فراهم کرد. راهی جز این عملا وجود نداره. جمهوری اسلامی نه اینکه صدای انقلاب رو نشنیده، برعکس صدای انقلاب رو شنیده و به همین دلیل هستش که در نهایت خشونت و تبهش با شهروندان ایرانی مانند یک حکومت اشغالگر برخورد داره میکنه که اجازه نده در واقع اونها بتونن با هم متحد و پیوسته بشن برای رسیدن به آزادی. از طرف یه نظر دیگه ای که مطرحه اینه که همین که حکومت نتونسته تا الان اعتراضات رو خاموش بکنه و مردم هم با شجاعت در خیابون‌ها موندن، به قول شما سنگر خیابون رو حفظ کردن، نشان دهنده شکست حکومت در قبال مردم. نظر شما چیه؟ بله، کاملا درسته. کاملا شما ببینید در هر جمعه، دیروز هم شاید، روز جمعه هم شاید بودیم در سیستان و بلوچستان، مثل جمله های قبل، بعد در جوانرود، در سمیرام، در نقاط مختلف، در تهران در روزهای گذشته شاید بودیم، در همه جا. ببینید از همون روزهای اول هم کاملا مشخص بود که آنچه که شروع شده با اعتراضات پیشین متفاوت هست، یک انقلاب هست و الان داره در واقع چهارمین ماه عمر خودش رو سر میکنه که البته دوران زیادی نیست برای یک انقلاب، ولی در همین 4 ماه هم دستاوردهای فوق العاده ای نصیب مردم ایران شده. همونطور که بارها پیش از این هم گفته بودم، این انقلاب نه توقف پذیر هست و نه بازگشت پذیر. همه تحلیل ها و همه شرایط هم حکایت از اون میکنه که در سال جدید میلادی این فرایند تشدید خواهد شد. جمهوری اسلامی نه تنها هیچ یک از مشکلات و معضلات که زمین ساز این انقلاب بودن رو حل نکرده، بلکه بر شدت اونها هم افسوده و با کشتار و خشونت و جنایت هایی که مرتکب شده عملا هیچ راه دیگری باقی نگذاشته، هیچ در واقع نیروی واسطی نمیتونه بین ملت و حکومت میانجیگری بکنه و در واقع هیچ راهی جز این باقی نمونده که جمهوری اسلامی به سود مردم ایران کنار ببره و این کشور از این حکومت اشغالگر آزاد بشه. متشکرم از توضیحات شما جمشید ورزگر، روزنامه‌نگار، لندن. اما ایرانیان بسیاری در سراسر دنیا از مناسبت سال نو برای بازتاب صدای مردم داخل کشور استفاده کردند. مهسا مرتضوی همکارم در همین زمینه گزارش تهیه کرد. در حالی که کانادا مشغول جشن‌های سال نو میلادی است، جمعی از ایرانیان مقیم کلگری با تجمع مقابل ساختمان شهرداری این شهر برای همراهی با خیزش انقلابی مردم تجمع شنبه‌های اعتراضی را ادامه دادند. هیلا یادگار، زنی که در قطر و در جریان رقابت‌های جام جهانی به دلیل همراه داشتن پرچم شیر و خورشید و همراه همسرش بازداشت شده بود، در این تجمع پاسپورت ایرانیش را آتش زد. کاری که در طول خیزش انقلابی ایرانیان بارها دیده شده. تا زمانی که آرم کثافت جمهوری اسلامی، جنایتکار، بچه‌کش جمهوری اسلامی هست، این پاسپورت من آتش می‌زنم. آن سوی دیگر کانادا، در ونکوور، عده‌ای از ایرانیان با صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به برگزاری جشن سال نو در اقدامی نمادین این مبالغ را به دست کسبه‌ای می‌رسانند که در ایران با اعتصابات سراسری همسو شدند. به خاطر دردی که از مرگ جانکاه کیان، خدای رنگین کمان، بر دلم نشست، هدایای کریسمس امسال خودم را به نام کیان به مردم ایران هدیه می کنم.
اقدامی که به گفته تشکیل دهندگان این کارزار می تواند منحصر به هزینه های سال نو نبوده و همچنان ادامه یابد. ایرانی‌های خارج از کشور باید بدونیم که به اندازه یک کشور قدرت سیاسی و قدرت مالی داریم و میتونیم از این قدرت مالیمون استفاده بکنیم به نفع کسانی که دارن توی ایران اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن. به عنوان مثال ما میتونیم از هزینه های غیر ضروریمون کم بکنیم. ایرانیان کانادا با تجمع‌ها و کارزارهای هدفمند بااستاب خواسته های ایرانیان داخل کشور بودند، خواسته هایی که به نظر می رسد برای دولت کانادا کاملا واضح شده. مهسا مرتضوی. بله، همونطور که در گزارش اشاره کردیم، در آخرین روز سال 2022 مردم در سراسر اروپا تا پاسی از شب به جشن و سرور می‌پردازند. در این بین گروهی از جوانان ساکن شهر گوتنبرگ سوئد تجمعی برای ابراز همدلی و همراهی با معترضان در ایران برگزار کردند. همکارم مهران عباسیان گزارش میده. گوتنبرگ، آخرین روز سال 2022، تجمع ایرانیان به یاد کشته شدگان خیزش انقلابی اخیر. در کشورهای اروپایی امروز جشن‌های آخرین روز سال برگزار می‌شود و مردم اروپا در تکاپوی جشن آخر سال هستند. اما گروهی از ایرانیان ساکن شهر گوتنبرگ تجمعی برای اعلام حمایت و همدلی خود با مردم ایران در این روز شکل دادند. سوئدی‌ها الان خوشحال و خندون دنبال جشن‌های شب سال نوشون هستن. ما فکر کردیم که با داشتن چند نمونه از یادآوری، در واقع سمبل‌های یادآوری اعدام‌هایی که صورت گرفته، کشتاری که در خیابان صورت گرفته به صورت مختلف، و دوستان به زحمت کشیدن با سمبل‌های سریال ندیمه، اون سرکوب و اون فشار بیش از حدی رو که جامعه ایرانی داره تحمل میکنه امروز رو به جامعه سوئدی نشون بدیم. برگزار کنندگان این تجمع اکثرا از نسل دوم مهاجران ایرانی و متولد سوئد هستند. با این حال خود را متعلق به کشور ایران می دانند و برای رسیدن مردم ایران به خواسته هایشان تلاش می کنند. این تجمع همچنین برای آگاهی بخشی به جامعه سوئد برگزار می شود تا به آنها یادآور شود که همزمان با جشن و سرور آنها، هزاران نفر در ایران برای درخواست حقوق انسانیشان زندانی و تحت شکنجه هستند و بسیاری دیگر از آنها به همین دلیل کشته و اعدام شدند. رهنورد سربدار خراسانی، رهنورد ماه نخشب، ماه تابان است. شیر میدان شیر خورشید ایران است. سردار سرنا پارتیزان پیام آور، سوگوار دار را پارت اشکان است. این رهنورد سربدار خراسانی، کاوه دادخواه، پیکان شادمانی. ایرانیان ساکن گوتنبرگ در کنار عکس کشته شدگان خیزش انقلابی اخیر شمع و گل گذاشتند و اینگونه یاد اونها رو زنده نگه داشتند و در شب سال نو میلادی پیام دادن به معترضین و مردم داخل ایران که در این شب هم به یاد اونها هستند و همدل و همراهشونن، اگرچه که دورن از وطنشون. مهران عباسیان، گوتنبرگ. بله، اینجا در بریتانیا تجمع و تحسن ایرانیان مقابل مرکز اسلامی شهر منچستر وارد 27 روز خود شده. بسته شدن مراکز وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در منچستر خواسته افرادی است که در این تحسن شرکت کردند. بامداد 31 دسامبر مصادف با 10 دیماه، 26 روز تحسن در مقابل مرکز اسلامی منچستر. اینجا ایستاده ایم تا خواستمون رو به دولت انگلستان اعلام کنیم و آن هم بسته شدن این مراکز اسلامی وابسته به رژیم و قطع بازوهای رژیم جمهوری اسلامی در خاک انگلستانه. به امید دیدن اون روز. گرچه که دوریم از وطن، بله، پیشتر گفتیم شب سال نو میلادی در برخی شهرهای جهان صحنه اعتراض ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بود. ایرانیان مقیم سان دیگو در آمریکا در آخرین روز سال 2022 راهپیمایی کردند، علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
ایرانیان مقیم آلمان هم در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران شب سال نو میلادی رو مقابل پارلمان این کشور سپری کردند و شعارهایی در حمایت از مردم ایران دادند. و ایرانیان مقیم ونکوور کانادا هم در آخرین روز سال 2022 در همبستگی با جنبش انقلابی مردم ایران یک نمایش اعتراضی اجرا کردند. در لس آنجلس آمریکا هم ایرانیان در 15 شنبه اعتراضی و در آخرین ساعات سال میلادی 2022 جمع شدند تا همدلی و همراهی خود با خانواده‌های کشته شدگان و معترضان زندانی در ایران را ابراز بکنند. همکارم نیلوفر منصوری از این تجمع گزارش می‌دهد. سال 2022 میلادی هستیم. ایرانیان مقیم لس آنجلس آمدن به منطقه پرتردد شرمنوکس برای ادامه حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران و برای بلند کردن صدای مردمی که خواهان توجه هرچه بیشتر جامعه جهانی به مسئله تغییر رژیم در ایران در سال میلادی پیش رو هستند. در سال آینده اون چیزی که برای هر ایرانی مهم است اینه که ارتباطات جمهوری اسلامی با سیاستمداران مشخصاً جمهوری اسلامی محدودتر بشه و حتی فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها افزایش پیدا کنه. این تحریم‌ها میتونه جمهوری اسلامی رو ضعیف و ضعیف‌تر بکنه، به سمتی بره که مبارزین داخل خیابان اونطور که باید مبارزه کنن با جمهوری اسلامی. هممون کنار هم ایستادیم برای آزادی ایران و تا آزادی کامل ایران ما دیگه زندگی نرمال نداریم. این امیدو بهتون میدیم بچه های عزیز ما، چیزی دیگه به سقوط دیکتاتور نمونده. این وقتی که ما کنار هم هستیم یعنی پیروزی. ما داریم برای زندگی هم میجنگیم. در 15 شنبه اعتراضی از عید کریسمس هفته گذشته تا به امروز که آغاز سال 2023 میلادی در ایالات متحده امریکاست، تجمعات ایرانیان همچنان ادامه داره. برگزار کنندگان این تجمع در فراخوان این گردهمایی قید کردند که این تجمعات بدون توقف و بدون هیچ باز ایستادنی تا زمان پیروزی مردم ایران به قوت خود باقی خواهد بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. در اینجا به چند خبر کوتاه از ایران می‌پردازیم. در پی افزایش تعداد مبتلایان به سویه‌های جدید کرونا در کشور، وزارت بهداشت و درمان از آماده باش کادر درمان خبر داده. معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد با توجه به سرعت بالای انتقال سویه‌های جدید باید مرزها به سرعت رصد شوند. وزارت بهداشت همچنین هشدار داده چون از زمان آخرین تزریق واکسن عمومی کرونا زمان زیادی گذشته، در یک ماه آینده کشور دچار پیک جدید کرونا می‌شود. در ادامه فشارهای امنیتی، میلاد علوی خبرنگار شرق امروز پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شده. مهران علوی برادر این روزنامه‌نگار در توییتی با اعلام خبر بازداشت او نوشت: پیش از این ماموران وزارت اطلاعات دو بار به منزل آنها رفته بودند. بار اول با شکستن در منزل تمام وسایل الکترونیکی میلاد از جمله گوشی و لپتاپ او را ضبط کردند.
با وجود گزارش‌های منتشر شده درباره آزادی کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار از زندان، خانواده او خبر آزادی او را تکذیب کردند. صبح امروز در رسانه‌های داخلی ایران خبرهای مبنی بر آزاد شدن کیوان صمیمی، این فعال سیاسی 74 ساله از زندان سمنان پس از پایان حکم 2 سال حبس او منتشر شده بود. صمیمی از اعضای کانون نویسندگان ایران، مدیر مسئول مجله نامه و آخرین سردبیر مجله ایران فردا بوده و از روزنامه‌نگاران شناخته شده کشور. فراخوانی برای برگزاری مراسم 40 مهران سماک در شبکه‌های اجتماعی منتشر و از مردم دعوت شده در روز 18 دی ماه بر مزار او حاضر شوند. مهران سماک ساکن بندرانزلی شامگاه 8 آذر حین خوشحالی بعد از باخت تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال در قطر در میانه خیزش انقلابی با شلیک مستقیم نیروهای حکومت کشته شد. اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به سران سه قوه درباره وضعیت بحرانی آلودگی هوای پایتخت هشدار دادند. در نامه اعضای شورای تهران آمده شهروندان تهرانی در سال جاری تنها 2 روز هوای پاک تنفس کردند. بر اساس همین گزارش تعداد روزهای ناسالم پایتخت به بیش از 130 روز رسیده. اما نمیشب گذشته به وقت محلی شمارش معکوس آغاز سال نو میلادی در شهرهای مختلف جهان آغاز شد. تصاویری ببینیم از جشن آغاز سال 2023 میلادی با آرزوی بهترین ها. ممنون که همچنان بیننده این بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تجمع مردم سمیرون مقابل منظر مراد بهرامیان از جانباختگان خیزش انقلابی و شعار علیه جمهوری اسلامی. نیروهای حکومتی با حمله به خانه جانباختگان برخی اعضای خانواده علی عباسی و مراد بهرامیان را بازداشت کردند. حمله مردم جوانرود به مراکز دولتی پس از کشته شدن برهان الیاسی. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حمله مردم جوانرود به 2 بانک دولتی در روز گذشته خبر می‌دهد. اعتراف حکومت بر ناتوانی در کنترل بازار ارز و جهش دوباره قیمت دلار. رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس می‌گوید دشمن بر افکار مردم مسلط شده. مام دختر هستیم، مام از امی افغانستان هستیم، مام بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ بعد در ادامه گزارش های ایران اینترنشنال از وقایع سال گذشته، فرمان منع تحصیل دختران از سوی طالبان بزرگترین چالش زنان افغانستان در سال 2022 بود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از جلسه این کمیسیون با وزیر اطلاعات درباره خیزش انقلابی مردم به افزایش قیمت ارز خبر داده. نصرالله پژمانفر میگوید دشمن بر افکار مردم مسلط شده و امروز مهمترین مسئله جنگ روایت هاست. او گفته در این جلسه از دولت خواسته شد اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و ارز منعکس شود تا حکومت بتواند رسانه‌ها و روایت‌ها را مدیریت کند. پیش از این احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته بود بالا رفتن قیمت دلار و بحران بانکی را به پوشش خبری ایران اینترنشنال مرتبط است.
در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران که روز گذشته و پس از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی به زیر 39500 تومان رسیده بود، امروز دوباره به مرز 41000 تومان برگشت. محمد رضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود از تثبیت نرخ ارز سامانه نیما در سطح 28500 تومان و کاهش تدریجی نرخ بازار به این قیمت خبر داده بود. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از همین ایالت همراه ما هستند. به نظر شما که در این زمینه تخصص دارید، آیا میشه با مدیریت رسانه‌ها، تبلیغات یا در واقع این اصطلاحی که خودشون استفاده کردن جنگ روایت‌ها، بازار ارز و اقتصاد یک کشور رو اداره کرد؟ سلام میکنم به شما و همه هموطنان. سال نو میلادی رو تبریک میگم، امیدوارم که سال خیلی خوبی باشه برای همگی و واقعا سال بهتری باشه برای ایران. عرض کنم خدمتتون، روایت ها در اقتصاد تاثیر دارن، این یه چیزیه که روش کار شده، ما اینو میدونیم تاثیر دارن، ولی موضوع اینه که بحران ارزی که الان ما شاهدش هستیم و جمهوری اسلامی باش درگیره، این نتیجه 43 سال سیاست‌های غلطه، نتیجه 43 سال مدیریت اقتصادی غلطه که ما الان داریم نتیجهشو می‌بینیم. تمام نیروهای اساسی و فاندامنتالی که روی بازار ارز تأثیر دارن، دارن الان نیروشون رو نشون میدن. جنگ روایت‌ها الان به قول معروف مقامات حاکمیت دارن آدرس عوضی به مردم میدن. مشکل جنگ روایت‌ها نیست، اگه بود تمام رؤسای قبلی بانک مرکزی هم این حرفا رو زده بودن، ولی خب ما شاهدیم که تو این 43 سال همین جوری این دلار در حال گرون شدن بوده، یا به عبارت صحیح‌تر باید بگم ریال در حال سقوط بوده. نتیجه حرف اینه که ببینید، ما وقتی که بازار ارز اون نیروهای عرضه و تقاضا به فرمی در میاد که شما عرضه ریال بسیار بیشتر از تقاضا برای ریاله، اون پول، اون ریال محکوم به سقوطه و عملا بانک مرکزی خیلی گزینه زیادی برای مقابله نداره. این پیش بینی میشد که با حضور ایشون به قول معروف این التهاب روانی تا به مدت چند روز مدیریت بشه. اینه میمونه که شما یه مخدر بزنید موقعی که کسی خیلی مریضه، یه مورفین بهش بزنید، ممکنه درد برای ساعتی کاهش بده، ولی اصل داستان، اصل بیماری حل شده. الان ما با همین مشکل مواجهیم. اساس و پایه های این مشکل همچنان پابرجاست و ما شاهد نوسانات خواهیم بود، ولی این دلار به گرون شدن یا با عبارتی ریال به سقوطش ادامه میده. و حالا که به گفته شما گزینه های زیادی هم در دستشون نیست برای مدیریت این اوضاع، حضور و دخالت هرچی بیشتر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در بازار ارز و حوزه اقتصاد رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ ببینید، واقعا جای تأسف داره، این کار تازه نیست، تازگی نداره. دولت‌های قبلی اگه اشتباه نکنم دولت آقای روحانی هم فکر کنم سال 94 یا 93 بود، اونا هم یه کار شبیه این انجام دادن، گره زدن مسائل اقتصادی به مسائل امنیتی. نتیجه احتمال به نظر من نتیجه عکس خواهد داشت. ببینید، بانک مرکزی ایران کاملا بی‌اعتبار شده، توانایی کنترل تورم که یکی از اصلی ترین وظایف بانک مرکزی رو نداره. ما الان می‌بینیم تو بر اساس آمار خودشون تقریبا نزدیک 50 درصده، برای اقلام خوراکی 68 درصده، دلار توی این یا ریال بهتره من بگم از توی همین 100 خورده روز گذشته، 105 6 روز گذشته نزدیک 40 درصد صعود کرده. با نتیجه این امر اینه که نشون میده که با آوردن نیروهای پلیس میخوان اینو کنترل بکنن. خب این واقعا شدنی نیست. مگه مثلا اون دلالی که تو بازاره مثلا مگه چقدر سرمایه داره که بخواد تاثیر اینجوری رو بازار بذاره که حالا شما اگه حسبش بکنین با مثلا بازار مدیریت بشه. اینا به قول معروف جزء اون پروپاگاندای دستگاه حاکمیته که میخواد افکار عمومی رو جهت بده که مسئول مثلا بالا رفتن قیمت ارز این دلالا تو خیابونن، ولی خب واقعیت غیر از اینه. مشکل جای دیگه است، مشکل تورم، مشکل کسری بودجه است، مشکل عدم استقلال بانک مرکزی، مشکل سیاست‌های غلطه. متشکرم از توضیحات شما. رویکرد اقتصادی باید عوض بشه. سپاس بسیار. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از همین ایالت.
در اینجا نگاهی داشته باشیم به چند خبر مهم امروز از گوشه و کنار دنیا. نیروهای مسلح اوکراین گفتند 45 پهپاد شاهد ساخت ایران را که روسیه از نیمه شب گذشته و با آغاز سال نو میلادی به اهدافی در اوکراین شلیک کرده سرنگون کردند. همزمان رئیس پلیس کیف عکسی از لاشه یکی از پهپادهای ساقط شده را منتشر کرده که در آن به زبان روسی نوشته شده سال نو مبارک. همزمان با ادامه تنش‌ها در شبه جزیره کره، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خواستار تولید و استقرار نسل تازه از موشک‌های بالیستیک قاره‌پیما و افزایش زرادخانه‌های اتمی این کشور برای مقابله با تهدیدهای ایالات متحده آمریکا شده. تلویزیون دولتی کره شمالی همزمان تصاویری از یک جلسه حکومتی و مراسم تحویل چند راکت انداز نمایش داد. نگرانی‌های جهانی از شیوع مجدد کرونا در چین افزایش پیدا کرده. با توجه به سابقه پنهانکاری حکومت چین در ارتباط با کرونا، دولت‌های آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و استرالیا اعلام کردند مسافران چینی فقط با تست کرونا می‌توانند به این کشورها سفر کنند. فرمان منع تحصیل دختران در مدارس از سوی طالبان و در پی آن بروز اعتراضات مردم در افغانستان همچنین سایر کشورهای جهان بخش مهمی از رویدادهای سال 2022 در افغانستان را شکل می‌دهند. اسما سرگند در گزارش خود از چالش‌هایی که دختران دانش آموز افغان در سال گذشته با آن روبرو بودند می‌گوید. این آخرین زنگ مکتب بود که در سال 2021 برای آغاز سال تعلیمی دانش آموزان دختر و پسر در افغانستان نواخته شد. آخرین زنگ مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم که سال تعلیمی جدید را آغاز کردند. اما این سال هیچگاه به پایان نرسید. مکاتب هنوز در تعطیلات ناشی از واگیری کرونا قرار داشت که 15 آگست فرا رسید. 15 آگست روزی که نه تنها برای افغانها فراموش شدنی نیست که جهان نیز فراموش نخواهد کرد. ترس ها و بیم های آن روز را، وحشت فراگیر را، ناامیدی، سقوط و رفتن ها و کوچیدن ها را. طالبان وارد کابل شدند و جمهوریت، آزادی، حقوق زنان و دختران و بسیاری از ارزش‌های دیگر هم رخت بستند. با آمدن این گروه و تسلطشان بر افغانستان، اولین حقی که از مردم گرفته شد، حق آموزش دخترانشان بود. طالبان پس از 2 ماه تسلطشان بر افغانستان اعلام کردند که تنها پسران میتوانند به مکتب بروند و دختران تا تصمیم بعدی اجازه ندارند به مکتب بروند. در آن زمان طالبان این اقدام خود را یک تصمیم موقتی خواندند. د جنو لپاره د لوړو خوندو د لوړو سنفونو د زده کړې لپاره زمينه هرڅه زر مساعده سي سر په طرز العمل او په لایحه باندې به کار رواني امید ست سره کار نهایي سي ان شاء الله. طالبان در گفتگوها با جامعه جهانی نیز وعده بازگشایی مدارس دخترانه را داده بودند و اعلام کردند که در حمل 1401 همه دانش آموزان دختر و پسر اجازه دارند به مکتب بروند. اما رفتن دختران به مکاتب فقط چند ساعت طول کشید. اما امروز خیلی دیگر خود دیدم. مام دختر هستیم، مام از امی افغانستان هستیم، مام بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ او سال، 3 سال است، ما درش خندی دیر میکنیم، 1 سال 8 روز، 6 روز شد، ما مکتب نرفتیم، چرا؟ طالبان گفتند دلیل دستور امیرالمومنینشان را نمیدانند. این بار ممنوعیت برای آموزش دختران حتی برای بیشتر افراد طالبان هم پرسش برانگیز و نامفهوم بود.
اما ساعت بعد سخنگوی طالبان در وزارت معارف متن را در برابر کمره‌های تلویزیون به خوانش گرفت. تولو هغو اناسی مکاتب و اولیسو تا چی لشپگم سیم چخ پورت دی خبر ورکو چی خپل درسونه تر امرسانی پوری معتل کردی. هر کل چی پدیارا لشریعت او افغانی دوت او کلتور سره سم جامع تر حجورا او د اسلامی امارت د مشرتابو حکم وشو بیا بیادو خزینه مکاتب و اولیسو تا رسمن اطلاع ورکول شی. وزیر معارف افغانستان در سفر به ولایت اروزگان گفت که مردم افغانستان نمیخواهند دخترانشان به مکتب بروند. کته پجمات کی پختنه و کی 300 سپنگیری 300 خلک دیته تیار دي سخت پلس پلس کلنه ول اس کلنه لوګ مکتب تولی نو بیا ان شاء الله دې دا سوال لمانه کول ته ضرورت نیوی مطلب مو تاسو افغانی جمعی کی وسیدلی او دلته خلکو کلتور را ته معلوم ده. واکنش های داخلی و خارجی هم نسبت به این رفتار طالبان کم نبود. سازمان ملل مسدود شدن دوباره مکاتب را نگران کننده خواند و آنتونیو گویترش در مجمع سازمان ملل از طالبان خواست تا به حقوق بشر و ویژه حقوق دختران و زنان توجه کنند. تظاهرات مردم در ولایت‌های مختلف آغاز شد و همه در واکنش به ممنوعیت دختران اعتراض کردند. این اقدام طالبان نه تنها واکنش ها را برانگیخت که حالا باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم اصلی ترین مانع در برابر به رسمیت شناختن حکومت طالبان در جهان شده است. پس از این موج واکنش ها طالبان گفتند معارف افغانستان با کمبود معلمان مواجه است و تلاش دارند تا معلمان موقتی استخدام کنند. با اینکه دختران از یک سال و چند ماه به این سو مکتب نرفتند، اما طالبان از دخترانی که صنف 11 را تمام و صنف 12 را هرگز نخوانده‌اند امتحان می‌گیرند. قرار است این امتحان در 31 ولایت سردسیر به هدف شمولیت دختران در کانکور گرفته شود. سال میلادی و سال تحصیلی در حال در افغانستان به آخر می‌رسد که بازگشایی مکاتب ثانوی برای دختران یکی از کلیدی‌ترین خواست‌های افغان‌ها و جامعه بین المللی است. اما مقام های طالبان با وجود وعده های مبهم هنوز به این خواست پاسخ مثبت ندادند. اسما سرگند، لندن. متشکرم که تا پایان این بخش خبری همراه رای اینترنشنال بودید. با ما بمونید تا 15 دقیقه دیگه به بخش دیگه برمیگردم.